پاندمی کرونا تنها فتح برای انسان‌ها نبود، بل بعضی از شغل‌ها را از بین برد و شمار زیاد را هم بیکار و خانه نشین کرد. اما در این میان شغل‌هایی هم بودند که بیشتر درخشیدند. آیتی یکی از آنهاست، شغلی که به تازگی توجه زنان را نیز به خود جلب کرده است. همه سرگرم کار و آموزشند. با پیشرفته ترین کمپیوترها و نرم افزارهایی که گاه خود می سازند و تعجب دیگران را برمی انگیزند. انستیتیوت کودرس بی نهاد است که در وین تازه تأسیس شده و جوانان را برای فراگیری شغل آیتی آموزش می دهد. آموزش های علمی برای جوانان دختر و پسر. شغل تکنولوژی معلوماتی که بیشتر مردانه بوده در این سالها از لحاظ توازن جنسیتی در حال تغییر است. ماریا الکساندر خانم است که از 11 سال به این سو در این رشته کار می کند. او 4 ماه می شود که اینجا در انستیتیوت کودرس بی جوانان را آموزش می دهد. من همیشه می خواستم که تدریس کنم. آرزوی من بود که بتوانم تدریس کنم و اجازه آن را داشته باشم. حالا من می توانم که تمام تجربه های خود را از طریق تدریس برای دیگران ارائه کنم. بر بنیاد آمارهایی که تلویزیون اکسوس به دست آورده، این شغل در جریان پاندمی کرونا کمترین افت را داشته است. بر بنیاد این آمارها بالاترین افت در ماه می سال 2020 بود که آن هم فقط 973 متخصص آیتی و ایدیوی در سراسر اتریش کارهایشان را از دست داده بودند. پیش از شروع قرنطینه در اتریش 2813 تن در این شغل بیکار بودند که این تعداد در ماه سوم قرنطینه به 3786 تن رسید که تفاوت فقط 973 تن بود. ماریا الکساندر نیز از خوبی های این شغل می گوید، شغلی که جدا از درآمد بالا تابع حضور دوامدار در دفتر نیز نیست. در جریان پاندمی من خوش شانس بودم که وظیفه خود را از دست ندادم، در حالی که من شانس این را پیدا کردم که مسئولیت اینجا را به عهده بگیرم و تدریس کنم و نیز تمام تجربه های خود را از طریق تدریس برای دیگران برسانم. این خیلی سرگرم کننده است. مونیکا که این انستیتیوت را مدیریت می کند می گوید که یکی از تفاوت‌های دیگر این شغل ثبات و دوام آن است. به باور او دنیا به سوی دیجیتالی شدن روان است و هر روز شغل‌های دیگر به آیتی ضرورت بیشتر پیدا می کنند. این شغل خیلی آینده خوب دارد و یک شغل با ثبات نیز است، طوری که در جریان قرنطینه دیدیم و باید اضافه کنم که خوب درآمد هم دارد. با گفته او در حالی که در جریان قرنطینه خیلی ها شغل هایشان را از دست دادن، اما نیاز برای این شغل بیشتر دیده می شد. از سوی دیگر خیلی از شغل ها به کمک آیتی نیاز پیدا کرد، به این دلیل که برای کار کردن و یا درس خواندن از راه دور به کمک این شغل نیاز پیدا شد. به این معنا که در جریان پاندمی خیلی مشاغل دیگر وظایف خود را از دست دادند، اما در آیتی ما شبانه روز مصروف کار بودیم. بنابراین قرنطینه برای ما خسته کن نبود. فرح خانمی که از 9 سال به این سو این شغل را فرا گرفته و کار میکند، میگوید که در جریان قرنطینه نه تنها کارش را از دست نداده، بل به خیال راحت توانسته از راه دور کار کند. در جریان پاندمی من وظیفه خود را از دست ندادم، در حالی که خیلی هم آسان بود که من شرکتی که در آن کار میکنم را تغییر بدم، به خاطر که من فکر میکنم در جریان چند سال اخیر تقاضا برای متخصصین آیتی بیشتر شده. بنان فرصت های زیادی برای تغییر سمت، وظیفه و شرکتی است که در آن کار میکنیم. انتخاب شغل یکی از تصمیم‌های بنیادی در زندگی است. اگر با شغلی که انتخاب می‌کنید راحت نباشید، زندگی نیز برایتان سخت خواهد گذشت. ما با سلسله‌ای از گزارش‌ها در مورد شغل‌های مربوط به تکنولوژی معلوماتی یا آی‌تی به شما کمک می‌کنیم تا انتخاب بهتر شغلی داشته باشید. زنان شاغل در این بخش رو به افزایش است. اگر شما هم علاقه دارید، از همین حالا گام بردارید.